سلام، من مهدی پوریادگار، گوینده و خبرنگار. امروز افتخار دارم با پروفسور رحیم رحمانزاده، چهره آکادمیک، پزشک و جراح ایرانی گفتگو کنم. کسی که به عنوان یکی از پایه‌گذاران جراحی مدرن ارتوپدی و تروماتیک و تکنیک‌های جراحی خاص در جهان شناخته شده است. پروفسور رحمانزاده برنده جایزه جراحی و دارای مدال درجه یک لیاقت از رئیس جمهوری آلمان به واسطه نوآوری‌های مهم و بدی در رشته ارتوپدی است. با هم با زندگی، فعالیت‌ها، افتخارات و البته بخشی از چالش‌های مهاجرت ایشان آشنا می‌شویم. من می‌خوام جراح بشم، به مغز خر رو با مغز انسان عوض کنم. دبیرستان رو در تهران کالج البرز تموم کردم. اینم باید بگم که من 10 سال تو رشت زندگی کردم. حقیقتش بگم درس خون نبوده. من کارم ورزش بود، موسیقی بود. سر راه که می اومدم به آلمان، اومدم استانبول. گفت شما پزشکیم؟ گفتم بله. تو استاسیون بعدی آقا پیاده شد در رفت. یه روز خونه نشسته بودم، دیدم که یک جعبه اومد. جعبه رو باز کردم، دیدم که جایزه گرین بیست. خب مدرن‌تر اتاق عمل برم اینجا درست کرد. لگن خاصره رو که تعویض کردم، فکر کنم در دنیا انجام گرفته نشده تا حالا. کسی این کار رو نکرد. خب جناب پروفسور، خیلی متشکرم از اینکه وقت دادید ما خدمتتون برسیم و امروز یه گفتگو با هم دیگه داشته باشیم. اگر که ممکنه بپردازیم به زندگی شما بیشتر، از در واقع بفرمایید که کجا متولد شدید و در چه خانواده ای؟ عرض کنم که خانم عزیز پوریادگاری، اولا تشکر میکنم که واقعا وقت گذاشتید. امروز من سعادت دارم که با شما چند کلمه گپ بزنیم، با هم دیگه صحبت کنیم. و این آرزوی دیرینه ما بود، ولی به دلایلی به تعویق افتاد. در اصل من خوشبختم که امروز در حضور شما هستم و امیدوارم بتونم سوالهای شما رو اونطور که باید شما جواب بدم. عرض کنم حضورتون که من اصولا در شبستر دنیا آمدم. شبستر اون موقع قصبه بود نزدیک تبریز. و این قصبه من میتونم بگم که متعلق به پدر بزرگ من بود تقریبا. شبستر البته الان شهرستان شده. این در 60 کیلومتری تبریز قرار داره. و اهالی شبستر اخلاقشون تقریبا اینجوری بود که اینا ازدواج میکردن متأهل، بعد بچه هاشون هم دنیا اومد، می اومد اینا بلند می شدن می رفتن یکی از ممالک خارج برای تجارت. اکثر خیلی تاجر بودن و در این مورد موفق هم بودن. پدر بزرگ من میره باکو. در باکو خیلی مشهور میشه، به طوری که بهش میگن رحمانوف بوده، سجلش بسیار بود. شناسنامش. بله. می گفتم پولو رحمانوف، یعنی رحمانوف پولدار. بله. و این چیزی که خیلی مهم بوده برای این، توی کاغذ پدر بزرگ من مهر نیکولای بوده اون موقع. نیکولای خب پادشاهان چیز خیلی مهم بودن دیگه روسیه. به مهر نیکولای یه چیز مهمی بود. و اینه که احترام عجیبی داشتم مردم باکو به پدر بزرگ من. و طوری میشه که وقتی که رولوسیون روسیه میشه و کمونیستا میان، 2 سال دست نمیزنم به پدر بزرگ من، اصلا سراغش نمیرم، برای اینکه خب جرأت نمیکنن، انقدر مورد اعتماد و احترام مردم بودن. بعد از 2 سال که خودشون متمکن میشن، میان پدر بزرگ منو لخت و عور میفرستن ایران. و پدرم که میاد، پدر بزرگم که میاد ایران، یک تنها سرمایه‌ای که داشته همین شبستر بوده. و بعد میره پهلوی اون موقع فروغی نخست وزیر بود. فروغی مدت خونه فروغی مهمون میمونه. فروغی سعی میکنه که از دولت
شوروی اون موقع، بعدن که شوروی شد دیگه کمونیست، مقدار از این ثروت های پدر بزرگ من رو بگیره و این موفق نمیشه. در صورت پدر من، پدر بزرگ من شبستر مال اون بوده تقریبا. الان هم که الان دقت کنید اونجا قسمت های مختلفی از شبستر رو هنوز فامیل های ما دارن، ولی شبستر الان شده شهرستانی. شهرستانی است که تعداد دانشگاه داره و تعداد دانشجوهاش بیشتر از متمکنین شبستر هستند. به اینا در سنوات اخیر که تجسس کردن دیدن که بزرگترین تعداد با سوادهای ایران در شبستر هست. به اینا خیلی زرنگ هست، خیلی شبستری هست، از کم تجارتی هست. اینا مثلا تهران اگه شما بقال های سگوش رو اگه دقت کنید اکثرشون شبستری هست. یعنی بقالی هایی میگیرن که سر سگوش باشه، یعنی دو طرفه باشه. منظور اونجا دنیا اومدم، ولی پدرم شبستری بود و مادرم تبریزی. بعدم با هم خوب ازدواج میکنن رو من فقط شبستر دنیا اومدم خرداد ماه، چون که تابستون رو میرفتم تو باغا و اینا، اونجا زندگی نکردم. پدر من که بعدن میشه تقریبا از اشخاصی بود در دوره اول دانشکده حقوق لیسانس گرفت، لیسانسش که میگیره منتقلش میکنم به رشت، به عنوان دادیار. اون موقع پدرم 4 تا بچه داشته، یعنی هر سال که پدرم میرفت تهران تحصیل میکرد برمیگشت یه بچه دنیا میومد. یکی اولین دختر بچه دختر خواهرم بود که از من 1 سال بزرگتره. بعد من دنیا اومدم، بعد یه برادر دیگه هم 2 سال از من کوچکتر و یه برادر دیگه 3 سال از من کوچکتر که اون تو رشت دنیا اومده. بعد یه برادر دیگه هم باز اونم تو رشت اومده. یعنی ما 2 تا خواهر بودیم، یه خواهر بودیم و 4 تا برادر. و اینا اگه میخواید که کوتاه حضورتون عرض کنم، تمام اینا بعدن خب تحصیلاتی داشتن. خواهرم بعد از اینکه ازدواج کرد با پسر خاله که به اصطلاح بعد شد دامادمون، به اصطلاح دکتر ضیاء مدرس، که اینو سال اول انقلاب متاسفانه در زندان اوین اعدامش کردن. میتونم اینا رو بگم؟ بله. این بسیار، این با خواهرم میره فرانسه، فرانسه تحصیل میکنه، دوتاشون هم اونجا دکتراشون میگیره. اون دکترای حقوق، خواهر من دکترای پدگوگی و زبان رو میگیره و برمیگردن به ایران. و داماد ما به اصطلاح پسر خاله من بسیار شخص وطن پرستی بود. داستان این بود که دایی من سناتور انتخابی اول تبریز بود و این معلومه که بعد از انقلاب اگه میگرفتن اعدامش میکردن. اینو پدر من آورد خونه خودمون. خونه ما خیابون فرشته بود. اولین خونه بود که در خیابون فرشته درست شد خونه ما بود، چون که این زمین ها مال خانم فخرالدوله بود. خانم فخرالدوله که معروف خدمتتون هست حتما، از طایفی قاجار. و ایشون تمام زمین ها رو پدر من اون موقع به اصطلاح تقسیم کرد و یک قسمت از زمین رو به پدرم به زور داد. پدرم اونجا اولین ساختمانی که در خیابان فرشته درست شد خونه ما بود. روبروی اون تصادفاً سازمان، یعنی باشگاه نخست وزیری بود که تمام وزرا و اینا شبا می اومدن اونجا جشن می گرفتن، اگه یعنی که جمع می شدن دور هم دیگه. ما دایی ما رو که به اصطلاح سناتور آذربایجان بود، پدرم آورد خونه ما قایمش کرد. به دایی من از
پنجره توالت میتونست پاسدارا رو ببینه که روبرو، چون پاسدارا اومده بود اونجا رو گرفته بودن دیگه. بعد عرض کنم حضورتون که دایی من و برادرام اینا آوردن به بازرگان، از بازرگان از راه بیراه آوردن به ترکیه، از ترکیه اومد اینجا. اینجا من براش گذرنامه گرفتم اون موقع، اینو رفت به فرانسه، چون فرانسه تحصیل کرده بود، اونم دکترای حقوق داشت، دکتر محمد حسین موسوی که پسرش الان کاوی موسویه که فعال سیاسی است، پسرشونه. بعد چیزم عرض کنم بزنیم که پدرم به داماد ما گفت که بیا تو رو بفرستیم بذار برو، تو اینجا بمونی راحت نمیمونی، اینا تو رو میگیرن. به این داماد ما چون واقعا پاسپورت بزرگی بود گفت بریم به مملکت رو بدیم دست این آخونده، به نرفت، به اینو گرفتن. شبی که میبست آزاد بشه از زندان اوین، یک سال تو زندان بود، یه محاکمه بود تو اونجا. این رو باید در دلم بگم، اینو به هم شما بنویسید، بنویسید، ننویسید، ننویسید. خواهش میکنم، داریم زفت میکنیم. بله، هیچ ترسی ندارم، یعنی چیز. نه، راحت باشید. اینو اون شب محاکمه بوده در زندان اوین. و قاضی که محاکمه میکرده به متهم برمیگرده میگه شما فلان فلان شده، هم مثل اینا دارید دروغ میگید. اینکه فوش مادر و پدر میده، پسر خاله من عصبانی میشه، روی چهار نیمکتی که نشسته بود بلند میشه، اونو پرت میکنه روی قاضی و میگه شما به چه مناسبت به همه توهین میکنید اینا. همون شب قرار بود که داماد ما آزاد بشه، اینو میگیرن میبرن، خونشو میگیرن، تمام خونشو میگیرن، توجه میکنید، و همونجا تیربارانش میکنن. و قبل از تیربارانم میگه تنها آرزویی که دارم چند کلمه برای خانمم، همسرم، به بچه هم می نویسم، به اونا کاغذشو دارم که می نویسی که من از شما معذرت می خوام که من به خاطر وطنم شما رو فدا کردم. در زمینی که چشم میشم روشن بود، داد می زنه زنده باد ایران و پاینده باد شاهنشاه ایران، و همون موقع تیربارانش بکنن. این داستان خواهرم. به خواهرم به خاطر اون میاد آلمان، از آلمان هم دیگه میره آمریکا، اونجا زندگی میکنه. دو تا برادر دیگه هم، اینا دو تاشون جمشید و سیروس، اینا در آمریکا تحصیل میکنن، به اونجا دبیرستان اونجا تمام میکنن. و بعد از اینکه اینا تحصیلاتشون تمام شد، اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی اینا دو تاشون میبره ایران، مشاغل مهمی داشتن. ولی به محض اینکه شاه از ایران میره، برادر من جمشید از ایران رو ترک میکنه، و برادر کوچکتر من که توی تلویزیون شغل خیلی بزرگی داشت برای تعلیم و تربیت، قطبزاده سعی میکنه که نگه داره، میگه من مرخصی میگیرم میرم خارج، و بعد برمیگردم. میاد بر نمیگرده، استاد دانشگاه بود در سیراکیوز. ولی متاسفانه بعد از چند سال اون برادرم فوت میکنه. برادر کوچیک من که ایران بود، اونو من 15 ساله بود آوردمش اینجا، اون آرشیتکت و الان در آلمانه. حالا داستان خودم، من از بچگی که 4 سالم بود، اینا حکایت هست که تعریف میکنم، من خودم که یادم نیست کاملا، از من میپرسن که من میخوام چیکار کنم، من میگفتم میخوام جراح بشم. نه اینکه میگفتم میخوام پزشک بشم، من میگفتم که گویا میگفتم میخوام جراح بشم. حالا من هرچی هم فکر میکنم که علتش چی بوده که من میگفتم جراح بشم، نمیدونم. ما یه همسایه داشتیم، سرتیپ خطیبی، این پزشک نظام چیز بود، ارتش بود. ممکنه که این زرق و برق این منو تا اندازه تحت تاثیر قرار داده بود. در صورت من میخواستم که جراح بشم، و حتی به پدرم گفته بودم که خیلی جالبه، ما که راه میرفتیم، من پدر و پسر بزرگ بودم، دو تا انگشتای پدرم میگرفتم با هم راه میرفتیم،
صحبت که میکردیم من در ضمن صحبت به پدرم گفتم که من میخوام جراح بشم به مغز خر رو با مغز انسان عوض کنم، جراح مغز بشم. هیچ متوجه نشدم که پدرم اینا چیزایی است که تمام فامیل ما، خاله هام، عمه هام اینا میدونن اینا رو. من شنیدم، از اونا شنیدم. به پدرم به من روز اول گفته که به بس تو میخوای مغز خودتو با مغز آدم ها عوض کنی؟ من متوجه نشدم که این منظورش چی بوده. بعدا متوجه شدم که به من با شوخی چی میگفته. منظور که من از طفولیت بخواستم که به ذکر بشم و بعدم که دبیرستان رو در تهران کالج البرز تموم کردم، اینم باید بگم که من 10 سال تو رشت زندگی کردم. دو دفعه، یه دفعه پدرم رئیس، یه دفعه چیز بود، دادیار بود، همونجور که عرض کردم. یه دفعه هم بعد برگشت و شد رئیس دادگستری گیلان. اون موقع تا کلاس 11 هم اونجا بودم من. بعد از کلاس 12 هم اومدم تهران و دبیرستان البرز و دبیرستان البرز دیپلم گرفتم. ولی از کنکور قبول نشدم، نه کنکور تبریز و نه کنکور چون من حقیقتشو بگم درس خون نبودم. من کارم ورزش بود، موسیقی بود. باید بگم که اینو از خودم تعریف نمی کنم، ولی وقتی که رتروسپکتیو فکر میکنم خدا به من که قدرتی داده بود، یا حالا خب البته خدا، من به خدا اینا اعتیاد ندارم، ولی پروردگار هرچی که به اصطلاح اگه وجود داره ما رو به وجود آورد، من در هر قسمتی وقتی فکر میکنم میتونستم یه طبقه شاخصی داشته باشم. اینو تعریف نمیکنم بس خودم، ولی خودم میبینم اینو، چون که من موزیک خودم یاد گرفتم. شروع کردم بچگی ویولون زدن، همینجوری. توجه میکنید؟ تو ورزش من واقعا خیلی خوب بودم. حتی من کاپیتان تیم بسکتبال گیلان بودم که در قهرمانی کشور همیشه من میرفتم به امجدیه اینا. 15-16 سالم بود. من انقدر مورد توجه بودم که حتی ما نفر اول شدیم از تمام تیم ها در بسکتبال، در مسابقاتی که در طرف ها ما رو میبردن، ولی بازیکنای طرف منو با شونه‌شون از زمین بیرون می آوردن. یعنی من اینقدر جالب بود بازی من، با وجودی که 15-16 سالم بود اینا. یعنی که واقعا یه ذوق الهی داشتم در تمام قسمت ها. اینو باید بگم، من اینکه واقعا خیلی شکرگزارم که یه همچو شانسی رو در زندگی داشتم. بعد خواستم پزشکی بکنم، کنکور رد شده بودم. اون موقع از دوستای پدر من اومدن اردشیر یگانگی بود که اینا بهایی بودن و اشخاص بسیار محترم بودن، زردشتی بودن، معذرت ما بهایی نبودن، زردشتی بودن، و منم خیلی علاقمند بودن. گفت بیا تو هم مثل تمام فامیلت حقوق بخون. تمام فامیل ما حقوق میخوندن، عموم، دایی، اینا همشون حقوقچی بودن به اصطلاح. فقط من میخواستم پزشک بشم. گفت پزشکی رو ول کن، بیا تو هم این کار رو کن. من آوردم کتابای حقوق رو خوندم، میرندم اصلا کار من نیست. گفتم نه، من باید برم خارج. و خب وضع مالی پدرم اونقدر خوب نبود، برای اینکه خب اول کارمند دولت بود، بعدنم شد، بعد از این که من اومدم شد وکیل دادگستری، وکیل پایگی دادگستری بود. ولی خب اون موقع وضع زندگیش اونقدر خوب نبود که بتونه من رو بفرسته به اروپا، برای اینکه دوتا برادرم آمریکا بودن و خواهرم و شوهرش تو فرانسه بودن. توجه میکنید؟ منم خب مزید بر علت میشدم. ولی در هر صورت من گفتم میرم خارج، حالا برمم هر جوری باشه خودم زندگی میگذرونم. سر راه که میومدم به آلمان، اومدم استانبول، ترکیه. در ترکیه دقیقا سوال بعدی من همین. بله، اونجا
1954 اومدم ترکیه. 1954 عموی من، برادر بزرگ پدر من، بعد از این که اینا از روسیه برگشتن اون موقع نمون تو ایران، از اونجا مستقیم اومد به استانبول. عرض کردم شبستری ها خاصیتشون این بود که ازدواج میکردن، بچه ها رو میذاشتن اونجا خودشون میرفتن. به این عموی منم میاد اونجا، اومدم عمو میدیدم اونجا با دو تا بچه هاش اینا، خب خیلی علاقمند شدم به اینا. اما اومد گفت که دیگه نرو آوشیس آلمان، همینجا درس بخونم، سمستر هم داره شروع میشه. گفتم من میخواستم برم آلمان. گفت نه بمون همینجا. برای من یه بایدم بگم از یه طرف یه موهبت الهی بود، برای اینکه وضع مالی پدرم خوب نبود، آلمان هم خوب من نمیدونستم، خرجش حتما مخارجش بیشتر بود. خلاصه یک سال موندم خونه پدرم، پدر عموم، و البته بچه های عموم هم به من خیلی علاقمند بودن، به اونا هم اصرار کردم بمونینا. موندم اونجا، به اونجا شروع به تحصیل کردم و از کمپیسار چهارم پزشکی بودم که با زهره خانمم آشنا شدم. بینم آشنایی ما اینجوری بود که برادر خانمم با من هم کلاس بود، خدا بیامرزدشون، هم فوت کرد، بعدن جراح شد. اون باعث آشنایی ما دو نفر شد. نمیخوام داستاناشو تعریف کنم چه جوری شد اینا، چیز داره. خلاصه اونجا ازدواج کردیم با هم، از اونجا با هم دیگه اومدیم آلمان. بسیار خوب. خب همینطور که خودتون هم اشاره کردید، بعد از ترکیه شما برای تکمیل تحصیلات تخصصی خودتون وارد آلمان شدین. و حالا سوال من اینه که وقتی رسیدید آلمان شرایط چطور بود؟ بله. چه مشکلات و چه چالش هایی؟ گفتید که وضع مالی پدر هم دیگه تو این شرایط زیاد خوب نبود، شما خودتون در واقع به یه سبک دانشجویی وارد آلمان شده بودید. چه چالش هایی سر راهتون؟ بسیار بسیار سوال جالب و مهمی است که اینو باید خدمتتون عرض کنم. اینو اغلب در مصاحبه هایی که با من کردن در تلویزیون هایی که ایران پخش کردن، وقتی اون جزئیات رو تعریف کردم، خیلی وقتی میرم ایران، جمعونا جوونا میان دور من رو میگیرن، میگن خیلی ما برای ما آموزشی بود و بعضی اوقات هم نشستیم گریه کردیم. حالا چرا؟ برای اینکه آخه میدونید اینا رو من تعریف کنم خیلی طول میکشه، داستانش خیلی طولانیه. دکتر فهیمی هم کلاس من بود، دکتر فهیمی که اینجا هستن، بله میشنستم، ایشون ازدواج کرده بودن در استانبول، با یه پسرم داشتن سهراب که الان دکتر سهراب فهیمیه. رفتن ایران، من که تصمیم گرفتم بیام آلمان، قبلا میخواسته برم آمریکا چون برادرم اونجا بودن، تصمیم که گرفتم بیام آلمان، بهش نوشتم که عهد جون من میرم آلمان، تو هم پاشو بیا اینجا. نوشت که بابا من آخه زن بچه دارم. گفتم بیا بریم با هم دیگه، یه جوری در زندگی میکنیم براخره دیگه. ما اومدیم با هم دیگه به آلمان. من تصمیم گرفته بودم که روزی که دانشگاه رو تمام کردم از پدرم دیگه پول نگیرم. و این تصمیم من قطعی بود. رفتم فقط از کسی که به ما پول میداد، به پدرم به طرفش در تهران اون پول رو پس میدن، ازش 1000 لیره گرفتم. من و زهره دوتایی با هم دیگه به دکتر فهمی و خانمش و پسرش که سهراب 2 سالش بود اومدیم آلمان. اومدیم آلمان، اول رفتیم هر کدومون توی یه اتاق دیگه پانسیون گرفت. بعد دیدیم پولا داره تموم میشه، رفتیم خواهش کردیم از صاحب پانسیون که یه اتاق بزرگ داشت اونجا رو به ما بده، اونجا ما همه اونجا بمونیم. موندیم اونجا، مدت اونجا بودیم. و یکی از دوستای من، بگم اینا رو؟ آره. یکی از دوستای من اومد، این دوست نمیتونم بگم، هم دوره های دبستان رشت من بود. خب این پدرش
رئیس ثبت گیلان بود، پدر منم رئیس دادگستری گیلان بود. به این مناسبت ما یه رابطی با هم داشتیم ولی زیاد صمیمی نبودیم با هم. ولی این مرد خوب توی آلمان تحصیل کرده بود و در مونیخ تحصیلاتش رو تمام کرده بود. میشنوه که من اومدم اونجا، بلند میشیم بعد پلومن میگه که شنیدم اومدی اینجا. من خیلی خوشحال میشم. خب دوره بچگی با هم زیاد تماس نداشتیم. بهمن جون، رحیم جون فلان با هم. بعد بهش گفتم که والله آلمانی زبانش خیلی مشکله. شما مشکل زبان آلمانی داشتید مثل همه ما. بله زبان. و اینه که من میخوام برم آمریکا، اینجا نمیمونم، بهتره که بریم آمریکا. گفت نه بابا همینجا بمون. نه ما مرتب تقاضا می نوشتیم جاهای مختلف، بیمارستان های مختلف که ما رو بگیرن. همش جواب نفت منفی می اومد. به پولامون هم یواش یواش تمام شد. پولا تمام شد و بعدم متوجه شدیم که خانم من حامل است. تازه 4 ماه 5 ماه بود که ازدواج کرده بودیم. دیدیم که ایشون حامله. خوشبختانه پسردایی مامان من به خانمشون 4-5 ماه قبل از ما از ترکیه اومده بودن اینجا. اونم دندون پزشک بود، خانمش هم ماما بود. من یه روز واسطه بودم تو دکون بقالی، میخواستم ماست بخرم، نگاه میکنم بگم ماست به آلمانی چی میگن. چون که زهره حامله بود، حالش خوب نبود، میخواستم ماست بخرم. یه دفعه دیدم یه نفر از پشت گفت رحیم آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ برگشتیم دیدم خانم پسردایی مامان من هم دکتر امینی بود اسمش، اینم ایران خانم بود. گفتم ایران خانم شما اینجا چی کار میکنی؟ گفت من ما که آلمان هستیم 4-5 ماه اومدیم اینجا. خلاصه داستان ما رو فهمید. تا ما تکون بخوریم رفت از هتل اساسی ما رو برد خونه خودش. یه اتاق قد بلند داشتن، آورد تمام شرانکا رو گذاشت وسط اتاق، این ورش رو گذاشت برای من و اون ورش هم گذاشت برای خودش. چون وضع مالی ما طوری نبود دیگه، دیگه تو اون پانسیون پول بدیم. برای دکتر فهمی هم کار پیدا کردیم. حالا اینا طولانیست من گفتن شاهد اشکالی نداره شما بفهمید. از کنم حضورتون که منو خانم پسردایی مامانم ایران خانم به خودشم توی کارخونه کاوستادی کار میکردم. گفتم خب برای منم یه کاری اونجا بگیری که بریم اونجا. به عنوان یه پزشک فارغ التحصیل پزشکی عمومی برای تخصص اومده بودین اینجا، میخواستیم بریم تو کارخونه کاوستادی کار بکنیم. کار بکنم. برای اینکه خب زبون بلد نبودیم، توجه میکنیم. خب پولم نداشتیم دیگه، بالاخره بس کار میکردیم. هیچ مسئله هم نبود. حتی یکی یه روز یکی از دوستای ما رو به ما، یکی از دوستای من یکی رو معرفی کرد، گفت این میتونه کار پیدا کنه، اینو بهش چیز کنید، باش صحبت کنید، براتون کار پیدا میکنه. ما این آقا رو پیدا کردیم و به من به دکتر فهمی هم گفته بودم که نگو ما پزشکیم، اومدیم زبون یاد بگیریم. به سوار اشتراسنبان بودیم، 4 ساعت منتظر شدیم تا این آقا از کارش اومد بیرون. یخ بود زیر صفر، واقعا 27-28 درجه زیر صفر. تو این سرما منتظر شدیم تا این آقا اومد بیرون. گفتیم بس ما اومدیم اینجا کار پیدا کنیم. گفتن شما میتونید ما کمک کنید. سوار اشتراسنبان شدیم. تو اشتراسنبان گفت شما تحصیل محصیل چیزی کردین؟ چیزی بلدین؟ دکتر فهمی یه دفعه گفت که ما پزشکیم. تا گفت پزشکیم؟ گفت شما پزشکیم؟ گفتیم بله. تو اشتراسیون بعدی آقا پیاده شد در رفت. ما موندیم تو اشتراسیون بعد. یعنی؟ چرا فرار کرد؟ گفت بابا اینا پزشک، من چی کار براشون پیدا کنم؟ اومدن دنبال من، من چی کار میتونم برای اینا بکنم؟ اما از اینکه خب به ما بگه بالاخره خب هر رو پزشک هستی سب کنید یا نه. در هر صورت اون آقای بهمن که هم دوری من بود گفت که در مانهایم یه چیز هست، شغلی هست،
یه بیمارستان دان آسیستان میخواد. من دستیار میخواد بیمارستان. دستیار میخواد. من خودم هم دنبال کار میگردم. برای من زبانم خوبه، خب اینجا تحصیل کرده، برای من مهم نیست، من جا پیدا میکنم. برای شما می نویسم که شما برید اونجا. عجب. اگه قبول بکنه. نوشتم متصادفاً قبول کرد.